دنیای مجموعه ها رو شروع میکنیم. مجموعه ها در زبان خارجی بهش میگن ست یا ست تئوری، یعنی تئوری یا نظریه مجموعه ها. قبل از که وارد یادآوری بشیم، این مجموعه ها خیلی ها میپرسن آقا این مجموعه اصلا به چه دردی میخوره، ما نفهمیم کاربردش چیه و زیاد مشخص نیست، انگار یه کمی فرق میکنه با بقیه مسائل ریاضی ولی زیاد متوجه نشدیم مجموعه دقیقاً چیه. میخوام بهتون بگم که این مجموعه ها با اینکه علم جدیدیه، مال 100 خورده 200 سال پیشه تو دنیای ریاضیات، 100 خورده 200 سال پیش میشه علم جدید، خب با اینکه علم جدیدیه ولی به اکثر مباحث ریاضی ربط داره و کمک میکنه. مثلا ما جبر و معادله خوندیم، جبر و معادله یه چیز خوبی بود و دیدیم که خیلی جهان کاربرد داره. مثلا اینجوری باشه 2x به علاوه مثلا 10 برابر است با منفی مثلا 30، بعد x رو می‌رفتیم محاسبه می‌کردیم یه عددی میشد. دنیای هندسه هم دیدید که خیلی جالب بود، مثلا یه نمودار چیزی واسمون می‌کشن اینجوری یه خطی رد میشه، بعد میومدیم مثلا ax به علاوه b معادله اون خط رو پیدا می‌کردیم. یا حتی برخی مواقع هم دیدید که این دنیای هندسه رو مثلا میومدیم با دنیای جبر و معادله یه جورایی به هم دیگه ربطشون میدادیم، دو معادله دو مجهول رو حساب میکرد، x و y رو همزمان به دست میاد، یعنی از هم دیگه کمک میگرفتیم، از جبر و معادله و هندسه کمک میگرفتیم و یه چیز جدیدی توی ریاضی شروع میکردیم به حل کردن. خیلی جالب بود. بخشای زیادی داخل ریاضی هست، دنیاهای زیادی هست. مثلا نظریه اعداد هم داریم، نظریه اعداد هم یه قسمتی از ریاضیات هست، مثلا دنیای اعداد اول قسمتی از نظریه اعداده، قسمتی از دنیای نظریه اعداد. مثلا دنباله ها یا الگوها قسمتی از نظریه اعداد هستن. خب یادتون میاد ما در مورد عددهای حقیقی، عددهای گویا و اینها خوندیم، همه اینا تعاریف همه عددهای حقیقی گویا گنگ و اینها بخواد دنیای نظریه اعداده، که اینم یه بخش بسیار بنیادین هست در ریاضیات. عدد دیگه مسلماً یه چیز بنیادین و ریشه‌ای هست داخل دنیای ریاضیات. دیگه چی داریم؟ یه بخش دیگه هم داریم به اسم مجموعه، که هرچند جدید به وجود اومده ولی این مجموعه رو یه جوری درست کردن که هم به دنیای نظریه اعداد، هم به هندسه، هم به جبر و معادله، هم به احتمال، هم به مسائل دیگه‌ای در ریاضیات، به همه‌شون یه جورایی کمک می‌کنه. حالا نمیگم که مهمترین بخش ریاضی مجموعه ها هست ولی یکی از مهمترین ها هست، خاطر این که به صورت ریشه‌ای به همشون کمک میکنه. مثلا یادتون میاد داخل جبر و معادله ما فقط یه دونه جواب یا مثلا دو تا دونه جواب پیدا میکردیم، ولی اگر نامعادله ها یادتون بیاد میگفتیم مثلا x بزرگتر مساوی 3، مجموعه ای از جواب ها رو مشخص میکردیم که به صورت که به کمک مجموعه ها مثلا میگفتیم x به طوری که x عضو مثلا r باشد و x مثلا بزرگتر مساوی 3 باشد. از مجموعه ها، این یه تعریفی هست از مجموعه ها، میبینید آکولاد داره، از مجموعه ها یه جورایی کمک میگرفتیم و مثلا مجموعی از جواب ها رو مشخص میکردیم. داخل نظریه اعداد مجموعه ها میاد، یادتون میاد مثلا گفتیم ما n داریم یا همون 1, 2, 3, 4, 5 اعداد طبیعی داریم که این خودش بعدش مثلا اعداد حسابی داریم که این مقدار بزرگتره، بعدش مثلا اعداد z داریم، یادتون میاد همچی چیزی کشیدیم، بعدش q داریم، بعد گفتیم که q در کنار q پریم اینا همگی با هم دیگه میشن اعداد r یا کل اعداد حقیقی. این توضیحاتی که بهتون دادیم به کمک همین مجموعه ها بوده که این توضیحات آروم آروم بوجود، این تقسیم بندی قشنگی داخلش انجام شد که به کمک مجموعه ها بوده. کلمه مجموعه رو که بهتون میگیم، حالا این مقدار اینجا کثیف شد، ولی کلمه مجموعه ها رو که بهتون میگیم، این مجموعه به محض اینکه کلمه مجموعه دیدیم بدونید که قراره از آکولاد استفاده کنیم. مجموعه و زیر مجموعه، چون زیر مجموعه خودش یه جور مجموعه هست، از آکولاد استفاده میکنیم برای نمایششون و داخل این آکولاد شروع میکنیم اعضاش رو قرار دادن. اینجوری مثلا یه دونه عضو، دو تا دونه عضو، سه تا دونه عضو، هر مثلا ممکنه 4-5 تا دونه عضو داخل یه مجموعه باشه، مثلا اسم مجموعه بذاریم آ، ممکنه 4-5 تا عضو داشته باشه، ممکنه 1000 تا عضو داشته، ممکنه بی نهایت تا عضو داخل یه مجموعه باشه، اشکالی نداره، ما به اینها میگیم عضو. بذار براتون بنویسم، اگر آره به اینا میگیم عضو یا میگیم عنصر، در زبان خارجی بهش میگن element یا عنصر بهش میگن. چرا نمیگن اعداد درون مجموعه؟ چون مجموعه برای خیلی از جاهای ریاضی و خیلی از علمهای دیگه هم میتونه استفاده بشه و
فقط عدد قرار نمیگیره، میتونه چیزهای دیگه ای هم داخل مجموعه قرار بگیره به جز عدد. و همینطور اینم بهتون بگم داخل مجموعه ما میتونیم یه مجموعه دیگه هم قرار بدیم. مثلا به جای اینکه اینجا یه عضو معمولی مثل یه عدد معمولی قرار بدیم، میتونیم یه مجموعه دیگه قرار بدیم داخل این مجموعه، مثلا چند تا دونه عضو دیگه باشه، یا اصلا داخل این مجموعه هم یه دونه مجموعه دیگه هم قایم بشه داخل این. برای همینه دنیای مجموعه میتونه خیلی پیچیده بشه، هرچند ما تا اون حد پیچیده‌اشو نمیخونیم، ولی اگر نکات مهمی باشه بهتون میگم. نگاه کنید، مثلا یه قبل از اینکه وارد یادآوری بشیم خیلی طولانی شد، ما در دنیای ریاضیات پرانتز داشتیم، کروشه داشتیم، آکولاد هم که میدونید که مربوط هست به مجموعه ها. آکولاد خیلی شبیه به کروشه است، فقط این قسمتش که کمی اضافه داره خیلی شبیه به کروشه هست. نگاه کنید، پرانتز دیدید برخی مواقع به جای ب میمیم استفاده میشد، کروشه به جای که میمیم استفاده میشد. اینا مربوط به نظریه اعداد توی دنیای اعداد اول، اینها این به معنی بمیمیم، این به معنی که میمیمه، همینجوری به صورت قراردادیه. نه که فکر کنید که کروشه همه جا به معنی که میمیمه، نه اینجوری نیست. مثلا توی جبر و معادله دیدید برخی مواقع توی دنیای عبارتهای جبری و محاسبات ریاضی نهم فصل هفتم یادتون میاد عبارت های جبری چقدر مثلا x و y و z و n و اینجور چیزا با هم یه قرار قاطی بودن، ساده میکردیم، مثل عبارت های گویا سادهشون میکردیم. دیدید که برخی مواقع اینقدر پرانتز به کار میبردیم یه پرانتز کم میبردیم، از کروشه هم کمک میگرفتیم. یعنی پرانتز و کروشه توی دنیای جبر مادره خیلی شبیه به هم دیگه هستن، فرقی نمیکنن. میخوام اینو بهتون بگم که پرانتز، کروشه، آکولاد تو هر دنیای یه معنی ممکنه داشته باشه. توجه شدین؟ برای همین بدونید که داخل دنیای مجموعه این آکولاد به معنی نمایش مجموعه هست. آکولاد اکثر مواقع توی کل دنیای ریاضی به معنی نمایش مجموعه هست، اکثر مواقع. حالا ممکنه جای دیگه هم شاید یه ذره استفاده بشه، اکثر مواقع به معنی مجموعه هست. کروشه و پرانتز هم توی دنیای مجموعه استفاده میشه. آروم آروم بریم جلوتر بهتون میگم که به این میگن مثلا مجموعه باز، به این میگن مجموعه بسته، باز و بسته و اینها رو آروم آروم بهتون توضیح میدم که پرانتز و کروشه و آکولاد کجاها مثلا کاربرد داره توی دنیای مجموعه. خب حالا بریم جلوتر، یادآوری به اجتماع، اشتراک، تفاضل، همه اینا رو توضیح بدیم، یک کمی در مورد نمودار ون بگیم و بعدش نکات مهم دنیای مجموعه ها. مجموعه آ و مجموعه بی داریم. مجموعه آ برابر است با آکولاد زده، کاملا درسته، 1 و 2 و 3 با و یا با کاما اعضا رو از هم دیگه تفکیک میکنن. خب 1 و 2 و 3، بی هم اعضاش 3 و 4 و 5 هست. خب حالا گفتیم که مثلا اجتماعشون به چه شکلیه، میگیم مجموعه آ اجتماعش با مجموعه بی. خب اجتماع مخفف کلمه خارجی یونین هست، یعنی اتحاد، در کنار هم دیگه قرار گرفته، با هم انگار جمع شدن، ولی با کلمه جمع و منها فرق میکنه ها. معنیش این نیست بیام 1 و 3 رو با هم جمع کنیم بشه 4، یا 2 و 4 رو بیام جمع کنیم بشه 6. نه، منظور اینه که تمام اعضای آ رو میگذاریم در کنار اعضای بی، در کنار هم دیگه باشن، به همین سادگی. پس مجرور من باز میکنم، سعی میکنم هم رنگ خودشون بنویسم، 1 و 2 و 3 رو میگذاریم در کنار 1 و 2 و 3، میگذاریمشون در کنار 3 و 4 و 5. 3 و 4 و 5 فقط توی دنیای مجموعه ها. یادتون باشه که اعداد تکراری ما قرار نمیدیم توی دنیای مجموعه ها. خب برای همینه مثلا اگر یه کامپیوتری داشته باشیم، این ماشین حساب مخصوص مجموعه ها داخلش داشته باشیم، اگر شما بزنید 1 2 3 4 5، این رو همون 1 2 3 4 5 میبینه، یعنی دوتا دونه 3 رو پاک میکنه، به جاش فقط 1 دانه 3 میذاره. خب از ام با رنگ آبی گذاشتم که بهتون بگم هم توی این بی هست و هم توی آ هست. میبینید که 3 هم اینجا هست و هم اینجا هست، یک بار مینویسیمش دیگه. برای همین هنگامی که اجتماع میکنیم اگر تکراری افتاد، تکراری ها رو میندازیم کنار، فقط یک بار از روشون مینویسیم. این جزء قوانین دنیای مجموعه است. حالا اگر اشتراک باشه به چه شکلی؟ آ اشتراکش با بی برابر است با آکولاد بزنیم، ببینیم که اشتراک آ و بی. منظور از کلمه اشتراک، این مخفف اشتراک در زبان خارجی میشه اینترسکشن یا تقاطع، جایی که اینها چهار راه یه جورایی، جایی که اینها به هم میرسن. خب
حالا اینجوری یو برعکس گذاشته مخففه کلمه نیست، ولی بدونید که آ اشتراکش با بی یعنی کجاها اینها به هم میرسن، مجموعه آ و مجموعه بی کجا شبیه به مجموعه کجا شبیه به هم دیگه هستن. مجموعه آ 1، 2 و 3 داره، مجموعه بی 3، 4 و 5 داره. کجا اینا شبیه هم دیگه هستن؟ چه عضوی دارن که شبیه به هم دیگه هستن؟ میبینید که 1 اینجا نیست، 2 اینجا نیست، 3 هست که با این یکی مجموعه شبیه به هم دیگه است. فقط عدد 3 هست که یه جورای اشتراک داره ما بینشون. پس این اشتراک هم بدونید که فقط جایی که اینا به هم دیگه میرسن و به هم دیگه ربط پیدا میکنن و اعضاشون شبیه به هم دیگه است، اعضایی که شبیه به هم دیگه است هم توی آ و هم توی بی هست میشه اشتراک. به همین سادگی. این نکته رو بهتون بگم که آ اجتماعش با بی هیچ فرقی نداره با همون، بی اجتماعش با آ یکیه ها، میتونی اینا رو جابجا کنی. همینطوری هم آ اشتراکش با بی هیچ فرقی نداره، بگیم بی اشتراکش با آ، آ اجتماعش با بی یعنی اعضای آ رو بگذار در کنار اعضای بی، بی اجتماعش با آ یعنی اعضای بی رو بگذار در کنار اعضای آ، همون معنی رو میده. بدونید که این دوتا رو میتونی جابجا کنی. همینطوری آ اشتراکش با بی هیچ فرقی نداره با بی اشتراکش با آ. ولی آیه منهای بی داریم که کلمه منها صحیح نیست بگم، بهتر بگم تفاضل آ و بی. یه وقت با کلمه منها اشتباه نگیرم، بگم مثلا یک منهای 3 میگم بشه مثلا منفی 2، اینجوری با منهای وقتی اشتباه نگیرن. برای همین برخی مواقع اینجوری میسن آ تفاضلش با بی، مثل خط کسری توی کامپیوتر هست میخوام یا توی ماشین حساب میخوام خط کسری رو زمین همچی چیزی مینویسه، دقیقا مشابه همون می نویسنش. حالا من پاکش میکنم چون عادت کردیم به آمنهای بی اینجوری می نویسنش. آمنهای بی یعنی ترجیحاً اعضای آ رو نگه دار، ولی اگر بی هماهنگی اشتراکی با اون اعضای آ داره بایستی ازش حذف کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اعضای آ رو بنویس، اعضای آ چیا هستن؟ 1 و 2 و 3، 1 و 2 و 3 رو بنویس. خب ترجیحمون اینه که اعضای آ رو نگه داریم، ولی اگر داخل بی چیزی هست شبیه به اینه بایستی پاک کنم. یعنی داخل بی ناکنی عدد 5 هست، آیا اینجا 5 هست؟ نه. پس مشکلی نیست، اینا همینطوری باقی مونه. عدد 4 داره، آیا اینجا عدد 4 داره؟ نه. پس چیزی ازش پاک نمیشه. عدد 3 هست، آیا اینجا عدد 3 هست؟ بله، متاسفانه عدد 3 پاک میشه. هدفمون اینه که میشه 1 و 2، هدفمون اینه که این قسمت، اگر هدفمون اینه که آ رو نگه داریم ولی این قسمت بی رو ازش حذف کنیم. پس جواب نهایی میشه 1 و 2. بذاریم این مجموعه رو قشنگتر کوچیکتر بنویسم، میشه اینجوری میشه، بهتر شد. حالا بی منهای آ چجوریه؟ شبیه به خودش میشه؟ نه، آ منهای بی فرق میکنه با بی منهای آ. آ رو نگه داریم بی رو ازش حذف کنیم فرق میکنه با اینکه بی رو نگه داریم آ رو ازش حذف کنیم. جوابی که به دست میاد فرق میکنه، برای همین این دوتا شبیه هم دیگه نیستن، مثل اونا نیست. متوجه شدین؟ خب حالا این بی منهای آ میشه چی چیزی؟ میشه اعضای بی رو نگه داریم. اعضای بی چیا هستن؟ 3 و 4 و 5، 3 و 4 و 5 ما میخوایم اینا رو نگه داریم، ولی اگر آ وجود داره داخل این، یعنی اعضای آ هماهنگی دارن با اعضای بی، بایستی حذف کنیم. خب میخوایم آ رو از توش حذف کنیم، پس اینا رو من نگه میدارم و سعی میکنم اعضای آ رو از توش حذف کنم. 1، آیا داخل این هست که حذفش کنم؟ نه. 2، آیا داخل این هست که حذفش کنم؟ نه. 3، آیا داخل این هست؟ بله، بایستی حذفش کنم. تمام آ رو از توش در میارم که فقط خود بی باقی میمونه، فقط بی باقی موند. اینجا چی؟ اینجا فقط خود آ باقی موند. اگر اشتراکی داشت با مجموعه دیگه ازش حذف میکنیم، با مجموعه بی، فقط آ اینجا باقی موند. جوابمون برای بی منهای آ شد 4 و 5. میبینید که جوابا با هم دیگه کاملا فرق میکنن. حالا میخوام یه مقدار در مورد نمودار ون صحبت کنم. براتون چند تا دونه دایره میکشم، یعنی میخوام مثلا اگر بخوام جوابها رو روی نمودار ون نمایش بدیم به چه شکله. چرا ما نمودار ون رو میخونیم؟ یه دانشمندی بوده به اسم ون این نمودار به وجود آورده چون که خیلی سریعتر میتونیم به جواب برسیم. حالا رفتیم جلوتر میبینید که نمودار ون خیلی کمک میکنه، چون با چشم واضحا اعداد رو میبینیم، به راحتی میتونیم اشتراک یا فقط خود آ، فقط خود بی، فقط خود سی رو مثلا راحت میتونیم تشخیص بدیم. خب نگاه کنید، وقتی میگن آ اجتماعش با بی، اجتماع یعنی تمام قسمت آ با تمام قسمت بی در کنار همدیگه بیافتن، یعنی تمام این بخش
و تمام این بخش جواب جزء جوابمون هست. منظورم چیه میگم تمام این بخش؟ یعنی تمام اعدادی که اینجاها میتونن باشن یا این وسط باشن یا اینا این قسمت باشن جزء جوابمون هستن. خب حالا وقتی میگن بی اشتراک، آ اشتراکش با بی یا بی اشتراکش با آ، اشتراک یعنی فقط اون قسمت مرکزشون که روی هم دیگه افتادن و هم توی این دایره هست و هم توی این دایره هست. جواب اون میشه فقط اعدادی که در اینجا قرار دارن، اعضایی که اینجا قرار دارن جز جوابمون، دیگه اینجا و اینجا جز جوابمون نیست. آیا منهای بی میشه چی؟ مثلا من اینو میذارم آ، این قسمت رو میذارم بی، برای همشون این کار کنم، آ بی آ، اینجا هم میذارم بی، اینجا هم میتونه آ میذارم، اینجا هم میذارم بی. آیا منهای بی یعنی چی؟ یعنی ترجیحاً آ رو نگه میداریم ولی قسمت بی رو ازش حذف میکنیم، فقط خود آ میشه جوابمون دیگه. بخشی که هماهنگی با هم دیگه دارن یا اون قسمت بی به طور کامل حذف میشه و جز جواب نیست، فقط اعدادی که اینجا باشن جز جواب حساب میاد. و همینطور بی منهای آ، ترجیحاً بی رو نگه میداریم ولی قسمت آ رو ازش حس میکنیم، فقط اینجا جوابای اینجا مورد قبوله، اعدادی که اینجا هستن مورد قبول، اعدادی که اینجا هستن یا داخل آ هستن دیگه مورد قبول نیست، چون بی منهای آ داره میشه، آ داره حس میشه. متوجه شدین حدوداً اجتماع، اشتراک، تفاضل اینها به چه شکل هست؟ اینم تفاضلشون، تفاضلشون این شکل هست، این تفاضل آ منهای بیه، اینم تفاضل بی منهای آ هست. میخوام نمودار ونش رو بکشم که ببینید آیا شبیهش میشه یا نه. نمودار ون قسمت آ و بی، اگه بخوام نمودار ونش رو بکشیم یه همچین چیزی میشه، یه دایره سبز رنگ برای آ میکشم، خب اعضاشو بذاریم 1 و 2 و 3، یه دایره قرمز رنگم برای بی میکشم، اعضاشو میذاریم 3 و 4 و 5. ولی بهتون بگم که توی دنیای مجموعه ما دوست نداریم که دوتا عدد تکراری اینجوری داشته باشیم، بهتون گفتم دوست ندارم اعداد تکرار اینجوری باشن. 3 رو من بایستی یک جوری بگذارم که هم توی قسمت مجموعه B باشه و هم توی قسمت مجموعه A باشه، برای همین 3 رو از اینجا و اینجا من پاک میکنم، وسط قرارش میدم، مجموعه A رو یه مقدار بزرگتر، مجموعه B رو یه مقدار بزرگتر میکشم تا درست بشه. حالا درست شد، البته زیاد شبیه به دایره نشد ولی اشکالی نداره. میبینید که اگر بخوایم بر اساس همون حالت تصویری نمودار ون نگاه کنیم، میبینید اجتماع گفته تمام اعضای اینجا و این وسط و اون سمت راستی، یعنی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بایستی جز جوابمون باشن، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 جز جوابمون هستن، کاملا درسته. اشتراک گفته فقط وسط جز جواب هست، میبینید که فقط وسط جز جواب بوده، کاملا درسته. آیا منهای بی گفته که فقط قسمت خود آ جز جواب هست، فقط قسمت خود آ اعداد 1 و 2 هستن، ببینیم اعداد 1 و 2 جز جواب هستن، کاملا درسته. بی منهای آ گفته فقط قسمت خود بی جز جوابه، یعنی فقط 4 و 5، دیگه این 3 نیست، فقط 4 و 5 جز جوابن، که میبینید که کاملا درسته، فقط 4 و 5 جز جواب مونده. برای همین اگه اعداد یه مقداری بیشتر بشن بهتره که از نمودار ون استفاده کنیم، خیلی واضح تره. و اینم بهتون بگم که هر موقع خواستیم نمودار ون رو بکشیم، ترجیحمون اینه که حتما دو تا دایره درون همدیگه بکشیم، خب دو تا دایره درون همدیگه بکشیم، مثلا اینجا آ باشه، اینجا بی باشه، خب یا سی باشه یا دی باشه، که اگر اشتراکی دارن اشتراکشون رو بکشیم، دیگه مجبور نشیم تو پاک کنیم، یه عضو از یه عضو از این پاک کنیم بذاریم وسط دوباره از نو بکشیم. برای همین از همون اول یه حالت اینجوری دایره های تو هم مثل دایره های علامت المپیک هستا، اونجوری میکشنش. خب برای مثلا اگر مثلا این مجموعه داشته باشیم، بذاریم اینو بذاریم سی و دی، خب اینجوری این سی باشه، اینم دی باشه، مثلا اعضای سی باشن مثلا بگیم 6 و 7 و 8، خب اعضای دی باشن مثلا 10 و 20 و مثلا 15، یه همچین چیزی. خب اینا رو حالا چجوری درون هم دیگه قرار بدیم؟ نیا کنید، سی رو من میذارم 6 و 7 و 8، 6 و 7 و 8، دی رو من میذارم 10 و 20 و 15، 10 و 20 و 15. اگر هماهنگی با هم دیگه دارن، مثلا عضوی بینشون هست که داخل هر دوتاشون هست، من میذارمشون وسط که دیگه تکرار نکنه، 6 اینجا نیست، 7 اینجا نیست، 8 اینجا نیست، 10 و 20 و 15 هم اینجا نیست، چیزی نیست که دیگه اشتراک براشون بذارم. همینجوری هم اگر نمودار ونش رو بکشم کاملا درسته. حالا اگر مثلا میگم به جای 20 مثلا عدد 7 گذاشته بود، مثلا این به جای 20
7 گذاشته بود. اون موقع چون که یک دونه شبیه هم دیگه دارن، خب الان مثلا اینجوری بود، خب اگر سوالمون اینجوری بود، بعد به جای اینکه یه دونه 7 اینجا یه دونه 7 اینجا بگذارم، این 7 رو پاک میکنم یه دونه 7 وسط میگذارم که به هر دو تاشو بخوره. این نمودار صحیحش هست، صحیحش اینه که اینجوری بکشیمش. اگرم هیچ ربطی به هم نداشته، مثلا یکی 10 بود یکی 20 بود یکی 30 بود، به هم ربطی نداشتن، خب دیگه جدا از هم دیگه میذاریم، وسطو خالی میگذاریم. اگرم یه وقتی نمودار این مثلا 3 تا دونه مجموعه بهتون داده بودن، اینجا همین گوشه بهتون بگم، اگر 3 تا دونه مجموعه داده بودن این کارو کنید، اینا کنید با سه رنگ براتون بکشمش. مجموعه آ رو اینجوری یه دایره بکشید، خب این مجموعه بیش رو هم یه دایره بکشید که قشنگ از داخل آ رد بشه، خب اینجوری عالیه. و مجموعه سی رو یه جوری بکشید که هم فقط از خود آ رد بشه، هم از بین آ و بی اشتراکشون رد بشه، و هم فقط از خود بی رد بشه. مجموعه سی میشه یه همچین چیزی، هم از فقط خود آ، هم از اشتراک آ و بی رد میشه، و هم از فقط خود بی رد میشه. متوجه شدین؟ اینم مجموعه سی. اگر خواستین یه وقتی 3 تا دونه مجموعه نمودار ونشون رو بکشین، بهتره که اینجوری بکشین. اکثر مواقع از شما نمیخوان که نمودار ون رو بکش، از اکثر مواقع نمیخوان، ولی اگر یه وقتی خدایی نکرده ازتون خواستن، بلد بشید اینجوری نمودارشون بکشید. حالا اگر اعضایشون هماهنگی داشتن، ما سعی میکنیم داخل اینها قرار بدیم. مثلا اگر عضوی بود هم داخل آ هم داخل بی هم داخل سی بود، این مرکز میذارمشون که هم داخل آ هم داخل بی و هم داخل سی هست. یا اگر فقط داخل آ و بی بود اینجا میذاریم، اگر فقط داخل خود بی بود مثلا اینجا میگذاریمش، اگر فقط داخل بی و سی بود مثلا اینجا میذاریم. بی و سی یه عضوی داشتن که مشترک بود، فقط اینجا میذاریمش و اینجوری تفکیکشون میکنیم. بریم جلوتر، یه مقداری نکات مهمی که در مورد مثلا مجموعه توهی و اعضا و زیر مجموعه اینها هست بهتون بگیم.